سلام و درود دارم به شما همه هموطنان بسیار عزیزم در داخل و خارج از ایران در برنامه امروز و فردای ایران از تلویزیون ایران فردا. با خوشحالی از این که در خدمتتون هستم. بسیار طبیعیه که این روزها صحبت از تحریم ها هست، مسائل و پیامد هاش هست، ولی من در این زمینه میخوام در رابطه با تحریم و منافع ملی خودمون ما ایرانی ها صحبت بکنم که تحریم اثراتش رو منافع ملی ما چیه. شاید که هشداری باشه به خودمون، باز به خودمون بیاییم و بیشتر فکر بکنیم که کجا هستیم، چی کار داریم میکنیم و چی کار باید بکنیم. اگر که این بحث تحریم و منافع ملی رو بخوام آغاز بکنم، ناگزیر باید برگردم به این که جمهوری اسلامی در این 14 دهه گذشته با ما ایرانی ها چه کرده. منافع ملی ما در اثر خود جمهوری اسلامی چگونه به خطر افتاده؟ ولی سالهای خیلی مشخصی مطرحه. آیا تحریم منافع ملی ما رو از بین برده، زیر سوال قرار داده، یا خود جمهوری اسلامی در این 40 سال گذشته منافع ملی ما ایرانی ها رو زیر علامت سوال برده و به این روز نشونده؟ آیا واقعا اگر که کمی بیشتر فکر بکنیم، توی این 40 سالی که گذشته بحث جنگ رو بکنیم، عواقبش رو 1,000,000 خورده‌ای کشته و معلول جنگ، اگر به خاوران نگاه بکنیم، اگر به قتل‌های زنجیره‌ای نگاه بکنیم، اگر به این کشتارها و این اعدامها، این زندانهای مملو و زندانی چه سیاسی و چه غیر سیاسی، اگر این فجایعی که در این 40 سال به وجود آمده، فقر و گرسنگی و فحشا و غیره و قاچاق و همه چی، اعتبار بین‌المللی ما، آیا همه اینها در اثر همین 2 سالی که ترامپ هست؟ آیا در اثر این سالهایی است که ما با امریکا قطع رابطه کردیم، یا با دنیا قطع رابطه کردیم؟ یا اگر که من بارها به این مسئله اشاره میکنم، در بین کشورهای اسلامی، در این 57 کشور اسلامی چند تا دوست برای ایران باقی مونده؟ به قول یکی از همین امام جمعه ها در تهران، آیا ما به اندازه 5 تا انگشت دستمون در دنیا دوستی داریم؟ اینها همه مسائل منافع ملی ماست که امروز با تحریم ها مطرح شده. ولی برگردیم حالا به این دوره زمانی که بحث تحریم های نفت و بانک مطرح شده. مرحله اول وقتی بحث تحریم نفت مطرح میشه، بلافاصله مقامات جمهوری اسلامی از کشورهایی که قبول نکردن و همچنان میتونن نفت از ایران بخرن حرف میزنه. واقعیت امری نیست. واقعیت امر اینه که 8 تا کشور معافیت پیدا کردن در که تا 6 ماه بتونن که مسائل خرید نفتشون از ایران سامان بدن. ولی نه به این معناست که اونها میتونن که پول نفتشون رو به ایران برگردونن. به هیچ وجه. پولها در بانکهای زیر نظر امریکا باقی میمونه. این 8 تا کشور پذیرفتند که ایران باید، که جمهوری اسلامی باید زیر تحریم قرار بگیره. ولی به دلایل وضعیت اقتصادی خودشون خواستن که این معافیت رو تا 6 ماه از امریکا بگیرن. اون پول هم که در اونجا هست، در نهایت میشه ازش استفاده، با نظر امریکا میشه ازش استفاده این رو کرد که دارو و اقلام خوراکی و اینها به موقعش به ایران برسه. ولی فلسفه این کار چیه؟
فلسفه این کار این بوده که به یک باره قیمت نفت افزایش پیدا نکنه، کما اینکه همین چند روز گذشته به این طرف قیمت نفت کاهش هم پیدا کرده و در نتیجه جمهوری اسلامی که الان 1 میلیون بشکه نفت خودش رو از دست داده نمیتونه مدعی این بشه که میتونه در بازار نفت اثرگذار باشه. ولی اگر که ریشه‌ای تر به این قضیه نگاه بکنیم، این رو نمیگه که در این 7-8 ماه گذشته چین چقدر واردات نفتش رو از ایران کاهش داده، به روسیه، به پشتیبانی روسیه حرف میزنه جمهوری اسلامی، ولی این رو به مردم نمیگه که روسیه به همراه عربستان دو کشوری هستند که تعهد کردن که نفت ایران که کم میشه اونها نفت خودشون رو، تولید نفت خودشون رو افزایش بدن و بتونن که جایگزین بکنن. اینی که دو برابر بیشتر هم جایگزین کنن بحث دیگری است، ولی به هر حال بازار جهانی نفت نشون میده که نه تنها بعد از تحریم ایران، در سال 2019 هم نفت به مقدار زیادی قیمتش کاهش پیدا خواهد کرد. ولی همه اینها به دلیل ترامپ و مسئله تحریم نیست، به دلیل خود مسئله جمهوری اسلامی هم هست. CFT یعنی اون کمک به مسئله تروریسم چگونه از طرف جمهوری اسلامی رد میشه، وقتی که شما برمیگردید به این که میبینید که سویفت که ارتباط جهانی بانک ها رو به عهده داره رابطهش با ایران قطع میکنه، اون کجاست؟ ولی حالا نگاه دیگری میشه کرد به مسئله اروپا. آیا میشه به اروپا اطمینان کرد؟ همین چند روز پیش دویچه وله گزارش میده که آلمان اعتقادش بر اینه که رشد منفی اقتصاد ایران به سرعت افزایش پیدا خواهد کرد و ارتباط مالی آلمان با ایران قطع خواهد شد و پیش بینی میکنن که ارتباط اروپا با ایران قطع بشه. به مردم ایران نمیگه که چه وضعیتی رو به وجود آورده که مردم ایران رو خود جمهوری اسلامی تحریم بکنه. همه اینها رو نگاه بکنید، واکنش مقامات جمهوری اسلامی رو هم نگاه بکنید. آقای رئیس کل بانک مرکزی با خیال راحت به مردم نوید این رو میده که اصلا نگران نباشید، ما همه چی رو در اختیار داریم، بازار ارز در اختیار ماست، کما این که میبینید با ثبات کامل از چند ماه پیش به این طرف داره اداره میشه. راست میگن، اگر که نگاه بکنیم این ثبات رو در چند ماه گذشته به این طرف، میبینیم که دلار از 3800 تومان به 18-19 هزار تومان رسید، حالا به 16-17 هزار تومان رسیده. حالا فردا چه اتفاقی بیفته بحث دیگری است، ولی ثبات از نظر رئیس کل بانک مرکزی کاملا ایشون درست میگن، همینطوری که ایشون میفرمایند ثبات کامله. مردم هم در ایران کاملا احساس میکنن این ثبات رو، مردم هم احساس میکنن که وقتی که از دلار افزایش پیدا میکنه جنس ها قیمتش بالا میره، وقتی که مثلا 19 هزار تومان دلار به 17 هزار تومان میرسه ولی قیمت اجناس دیگه پایین نمیاد. سپاه پاسداران رو نگاه بکنید که تهدید میکنه که امریکا پوشالیست و به راحتی از بین میره. به جناب آقای خامنه ای نگاه بکنید که بشارت میده که تا 25 سال آینده دیگه اسرائیلی وجود نخواهد داشت. ولی همه اینها رو در نظر بگیرید، اینها مال داخله. حالا میرسیم به خارج از ایران. در خارج از ایران هم وزارت اطلاعات کاملا مشغول و دستن در کاره. یه عده وابستگان و دنبال روهای همیشگی اصلاح طلبان و غیره که حضور دارن، حالا باز بحث جدیدی رو باز کردن. اگه یادتون باشه در طی این سالها مرتب این دنبال روهای حکومت جمهوری اسلامی و خاصه اصلاح طلبانشون هر موقعی که یه سری مسئله به وجود میاد برای جمهوری اسلامی، که جمهوری اسلامی بتونه از بین بره و مردم بتونن آسایش خودشون به دست بیارن، اینها
کارشون رو شروع میکنن، وظیفه و مسئولیتشون رو. آیا شما با جنگ مخالفید؟ خب این سوال باید هر کسی جواب بده. اگر جواب ندید که حتما نمیدونم شما امریکایی هستید و ضد مردم ایران. آیا با اصلاحات مخالفید؟ کی میگه با اصلاحات مخالفم؟ مگه با اصلاحات کسی میتونه مخالفت بکنه؟ آیا با خاتمی مخالفید؟ آقای خاتمی جلوی اونها ایستاده. آیا با روحانی مخالفید؟ همه اینها سوالات رو میکنن. حالا رسیدیم به مسئله اصلی. حالا الان این دنبال روهای جمهوری اسلامی از طرف وزارت اطلاعات میگن که بیایید بگید که آیا با تحریم موافقید یا مخالفید. نه نه نه، ما میدونیم که مخالف شما موافق تحریم هستید. ما میدونیم. بنده هم خب جوابم خیلی روشن میدم، میگم بله بله بری بگید من 100% با تحریم سپاه و مسئولین جمهوری اسلامی موافق هستم به طور قطع و یقین. هیچ عقل سالمی هم با تحریم هموطنانش و مشکلاتی که براشون میاد موافق نمیتونه باشه. ولی برگردیم به این که منافع ملی ما واقعا چیه؟ آیا منافع ملی ما فقط دریای مازندران و خلیج فارسه؟ که هست، طبیعیه که هست، شکی درش نیست. ولی ببینید تو این 40 ساله چه اتفاقی افتاده. آخرین مقاله ای رو که از دکتر کابوسی که توی زندان کشتنش به دست آمده، در یکی از استادان دانشگاه اورگان امریکا اون اعلام کرده که سپاه پاسداران داره اورانیوم های داخل کشور رو به صورت عملی استخراج میکنه و این چون به صورت علمی نیست امکانات بسیاری رو از دست داده توی جامعه ایران، سرطان زایی بسیار گسترده، دفرمه شدن، ناقص الخلقه شدن حیوانات، زمین های کشاورزی، غیره و غیره، همه اینها رو پیامد خودش رو داشته. حالا زندانیان دیگری که به این دلیل گرفتار شدن و اینها به تبع همین قضایاست، چرا که اونها نمیخوان که چیزی برملا بشه. ولی از طرف دیگر یادمون باشه که همین خوشسالی هایی که به وجود آمده، مسئله آب، اگر امروز مسئله نفت مطرحه، مسئله آب بزرگترین مشکل ایرانه که همه به گردن جمهوری اسلامی است. ولی در نهایت به یک چیز اصلی اشاره بکنیم، منافع ملی ما چیه واقعا؟ منافع ملی ما همین جوانهای ما، همین مردم ما، همین هایی هستن، این بچه ها و جوان هایی هستن که آینده ساز ایران میتونن باشن. آیا ما میتونیم در این راه قدم برداریم؟ بله، نیاز به این هستش که یک همگامی بیشتری رو هممون با هم دیگه داشته باشیم. مطمئن هستم که چنین خواهد شد. سپاسگزارم.